در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. یا خالق اللوح والقلم، عرض سلام و خوش آمدید خدمت دانشمندانی که در وبینار چهارشنبه های رادیو کتاب حضور می‌یابند و حاصل سالها و ماهها زحماتشان را سخاوتمندانه در اختیار مخاطبان رادیو کتاب قرار می‌دهند. امروز باز هم در مورد کشتار در غزه که یک سال است در بین خون و آتش با قحطی آب و نان زندگی می‌کند. و دومی لبنان. لبنان هم به جرم این که از تلاش میکرد با راکت های خیش از کشتار زیادتر جلوگیری نمایند، متاسفانه خودشان دچار کشتار شده است که اینک معلوم نیست دامن فاجعه به کجاها برسد. جالب این است که وقت لست کمک های کشورهای اسلامی را به غزه و لبنان و حماس و حزب الله بررسی کنیم، نام جمهوری اسلامی ایران در آخر لیست می آید. ولی یکی از مقامات اسرائیل در این هفته می گفت که در هر جای دنیا هر کاری که ضد اسرائیل صورت می گیرد، یقین بدانید که آنها گماشتگان ایرانند. تفاوتی که بین این دو جنگ وجود دارد خیلی جالب است. جمهوری اسلامی ایران، اما نتانیاهو و سخنگویان ارتش به وضوح میگویند که ما عمدن شفاخانه، مسجد و اطفال را میکشیم. دلایلی که میارند غیر مغز خودشان برای دیگران قابل پذیرش نیست. آنچه که مایه تعجب است همراهی رسانه های بزرگ با اسرائیل و قدرت های بزرگ است. به همون میزان که قدرت ها و رسانه های بزرگ با اسرائیل هم صدا و هم نوا و هم سوند، مردمان بیطرف و آنان که مخالف خونریزی هستند و آنان که به کرامت انسانی قائلند مخالف این کشتارند. بحث ها داغ شده است. من باب مثال موجودیت اسرائیل رسما زیر سوال رفته. یکی از دادگاه های لاح اعلان نمود که اسرائیل را نمیتوان بعد از این یک دولت پنداشت، بلکه یک سازمان آدمکش و تروریستی است. جنایت دیگری که اسرائیل مرتکب شده و باید تمام رسانه ها به آن بپردازد، جنایت دیجیتالی است و انفجار موبایل طرفداران و عسکرهای حزب الله است که دنیا را کاملا ناامن نموده. جهان امروز به کجا خواهد رسید؟ در این برنامه در حد گنجایش رادیو کتاب ما طی دو مرحله به همین موضوعات میپردازیم و مایک با اجازه استاد بزرگوار فروتن صاحب به ایشان میسپاریم تا فرمایشات خود در این مورد بفرماییم. سلام علیکم دوستای عزیز، فرشتگان گرامی. بحران فلسطین و اسرائیل به یکی از درازدامنترین بحرانهای خاورمیانه و جهان بدل شده. رخدادی که با گذشت بیش از یک قرن از اعلامیه بلفور و قطعنامه 181 سازمان ملل در 1947 همچنان حل ناشدنی باقی مانده. از آغاز این بحران روشنفکران و اندیشمندان جامعه مختلف آرای متفاوتی در این باره ابراز کردند. جوابندی های ایدئولوژیکی بر روی واقعیت های میدان عمل و کنش و واکنش های طرفین درگیر، چرخش های نیز در قضاوت ها و موزیگیری ها ایجاد شده. این امر در فضای فکری و سیاسی نیز مسبوق به سابقه است و می توان رد پای آن را در تاریخ معاصر جهان رصد کرد. ما می توانم به عرض برسانم که این خطه بر مبنای اهداف استراتژیک استعمار انگلیسی آن زمان که بر مبنای سیاست‌های اقتصادی لیبرالیزم یا نه سکولاریزاسیون بلکه با عنوان یک نگاه اقتصادی، اقتصاد برای اقتصاد به وجود آمده بود. از همون روز این مثل دانه سرطان در این منطقه خاورمیانه به وجود آمد، باقی ماند و همیشه سیاست مجراجویانه را به پیش برده و ما مثالشان را
در همی منطقه خود ما در پاکستان میبینیم که کشور پاکستان چگونه بر مبنای سیاست های ماجراجویانه استعمار انگلیس و الان امریکا به وجود آمده و دائما سیاست ماجراجویانه را در برابر مردمان آرام افغانستان، البته با انتقام گیری از آزادی خواهان هند کبیر اونا عمل کرده، این سابقه داره. سابقهش این است که در طول تمام تاریخ موجودیت اونها اصلا نه در خاورمیانه و نه در جنوب غرب آسیا در مرز افغانستان آرامشی وجود نداشته. البته برای این کار اختلاف ذات البینی بین مسلمان ها، مخصوصا کشورهای چون افغانستان و کشورهای عربی دیگری، مؤثر بوده. اینها بر مبنای یک استراتژی عمومی غرب به وجود آمدند. استراتژی غرب ای بود که در خاورمیانه در فلسطین که یهودا، یعنی اصلا سرزمین مسلمان ها بود، مگر یهودا هم در اونجا زندگی می کردن، باید برای غارت سرمایه های و ذخایر مادی و معنوی اون سرزمین یک کشور یهودی را به وجود می آورد. ایران نمی تانستن مگر بر مبنای یک نوع حالت افراطی به نام صهیونیسم، یعنی یک ملیگرایی افراطی که صهیونیسم بوده. همچنان در جنوب غرب آسیا کشور پاکستان را، چون مردم افغانستان و این منطقه مسلمان بودند، کشور به نام اسلامی به وجود آوردند که در این صورت هم از دین یهودیت سوء استفاده شد و هم از دین اسلام. ما میگم که چرا اینها تا هنوز به جنایات خود ادامه میده؟ ما بیشتر تداوم این جنایات خونین را در کشورهای اسلامی میبینم، هم در پاکستان و هم در فلسطین. چنانچه عرض کردم، در همو هفته گفتم، مبارزین سخت مقاوم برای آزادی و نجات فلسطین و جنوب، در جنوب غرب آسیا، در نوزتهای به وجود آمده بود که آزادی بخش بود، عادلانه بود، منتها اونها را با چی شیوه های مذهب مسخ کردند، مذهب علیه مذهب. تا هنوز ما میبینیم که این غده سرطانی حرکت میکنه و این حرکتش متاسفانه خونین هست و طوری هست که خوراکشان کودکان، پیرمردان، جوانان و کسایی هستند که در او سرزمین ها زندگی میکنند. تا زمانی که مسلمان ها درک نکنه اونها از کدام منفذ در وجود ما نفوذ میکنه و کمربندهای خود را نبنده، ما فکر نمیکنم که این هیولا یا این هیولاها سر جای شانده شوه یا بشینه آرام بگیره. ما زیاد صحبت نمیکنم، فقط و فقط برای مبارزان راستین راه آزادی و عدالت در هر دو خطه، هم در نیم قاره هند و هم در خاورمیانه، توفیق پیروزی میخوایم. جهان سپاس استاد بزرگوار. من چند تا سوال دارم باز در قسمت دوم فرمایشات شما انشاءالله. آل از عاطف صاحب تقاضا میکنیم که ضمن بیان فرمایشاتی هفته خود، اگر حضور ذهن داشته باشه، در اول بگویند که در دوران شاه در کدام دوره مجلس از داعیه فلسطین پشتیبانی شد؟ سلام حضور شما جناب مطری صاحب، بزرگوارای حاضر در برنامه، مخاطبای بسیار عزیز محترم رادیو کتاب، و بازم عرض تسلیت خدمت حضور مردم بسیار بسیار رنجیده فلسطین و همچنان لبنان. در سال 1948 زمانی که اسرائیل یعنی طرح تشکیلش در سازمان ملل متحد رسمیت پیدا میکنه و آغاز میشه، ما اینجا دیدم کسی هست به نام نصرالله انتظام، این نماینده ایران است در
ملل سازمان ملل متحد و این رسما در رابطه با تشکیل دولت فلسطین مخالفت میکنه. این یک آدم است، یعنی یک کسی از سمون نسلهای انتظام نمایندهشان است. بعد از او اولین نماینده مجلس شورا، البته دوره مصادف است با دوره 15 شورای ملی ایران، اولین نماینده که در این رابطه اعتراض اعلان میکنه رسما یک کسی از به نام محمد رضا آشتیانی زاده، اگر ما درست تلفظ کرده باشم، آشتیانی زاده است و ای هم نماینده مردم است، ای هم رسما به این مسئله اعتراض میکنه و میگه به دولت به اون زمان که چیز بکنه در این رابطه از دایی فلسطینی حمایت صورت بگیره. و کسی دیگه نماینده دو دیگه که از به نام عباس اسکندری است که در وقتی که زمانی که وزیر خارجه اون وقت ایران میاد به مجلس که در این رابطه توضیحات بده، در اینه که از او سوال میکنه در رابطه با موضع ایران، موضع امو وقت ایران در رابطه با فلسطین، به اینجا خودش میگه من میرم مت میشه اگه اجازه تون باشه کوتاه میخونم چون نقل قول بدون تصرف شدم. میگه که درباره حال موضوع فلسطین دولت ایران نسبت به ملل دیگر ارجیت دارد، از این رو باید از مجمع ملل خواستار رستگی به موضوع شد، همچنین وای داشتن این حق برای ایران را به دو دلیل برشمرد. یک، وضعی است که ایران در خاورمیانه دارد، زیرا وجود جنگ و آتش افروزی در همسایگی ایران باعث می شود کشور ایران نیز در آن مداخله کند. ببینید هیچ کلمه از مسائل اسلامی و ایگپا نیست. دومین دلیل که بر اثبات حقانیت کشور ایران مبنی بر علی این موضوع حق تاریخی می داند که کشور ایران نسبت به این موضوع دارد و اظهار داشت این حق به ما اجازه می داد تا هر نصیحتی را که به طرفین متقاسم داشته باشیم آنها بپذیرند. این مثلا از لحاظ تاریخی. و بعدش یک کس دیگه هم از اینجا ما او را یادداشت برداری کردم به نام دکتر عبده و هم در رابطه با دولت اسرائیل و تشکیلش با وی با سیاست های گسترش اراضیش اشاره میکنه و میگه در این با وجود این که بر اساس قانون اساسی مذهب باریک داره، با وجود این که بر اساس قانون اساسی مذهب رسمی ما اسلام است و به همین دلیل نمیتوانیم نسبت به جریان هایی که در کشورهای مسلمان اطراف ما میگذرد بی تفاوت باشیم، ولی جدا از دلایل مذهبی اوضاع اجتماعی اقتصادی و ملی که در فلسطین میگذرد به تبع واکنش ایران را در این ارتباط برمی انگیزد. در واقع ایران به دلیل منطقه جغرافیایی که قرار دارد با قرار گرفته است یک قطعه کوچک از اراضی فلسطین به ملت یهود خطاب. بعدش دیگه ای طولانی میشه، اگر ما بخوایم همیشه بخونیم خیلی زیاد است. یک گزارش عمومی از امی جلسه 73 شورای دوره 15 شورای ملی است که ای چون هفته قبلی جناب محسنی صاحب از ما خواستن که بیاریم و ایره ما به عنوان نمونه همی 3-4 نمونه شا خدمت عرض کردم. اگر بخوایم اما او جلسه را چیز بکنیم شاید طولانی شود. بله، اگر فقط همی یک کمی اگر ادامه بتن اینجا که گفته یک قسمت کوچکی از اراضی تسلیم اسرائیل شود، بله یک جایی که این گفته مطلب مشخص شود. بله گفته که یک قطعه کوچک از اراضی فلسطین به ملت یهود اختصاص داده شده است تا در آنجا دولت در آنجا تشکیل ملیت دهند، که این تصمیم را برای مهاجرت اقوام یهود در سراسر دنیا به سمت منطقه باز نموده و سیاست های اشغال اراضی را برای کشور جدید تاسیس فلسطین تسهیل میکنه. یعنی اونا اینا منظور اینجا است که سیاست مدارای ایرانی در امو زمان میفهمیدن که این تقسیماتی که از جانب ملل متحد صورت گرفته این به این شکل به این مبنا پای بر جای نخواهد ماند و این دولت اسرائیل به اشغال اراضی و به توسعه اراضی خود آغاز خواهد کرد. یعنی اونا در اون زمان متوجه قضیه بودند و اونا میفهمیدند که این فلسطین این دولت اسرائیلی به این شکلی که یعنی ملل متحد یعنی نقشه برداری یا نقشه گذاشته نمیمونه. مطلب از اینا ده اینجا بود این ای آدم همین دکتر عبده همین به این مسئله بسیار چی داره اشراف داره، میگه که این اراضی رو اینا به اشغال اراضی شو هنوز آغاز هم نکرده هنوز اسرائیل به اون شکلی که امروز داریم مثلا شهرک سازی و گپانوش شروع نشده، ولی اونا میفهمیدن که یک همچون قضایه رخ دادنیه.
مطلب از اونا در همینجا بود. اگر چیز دیگه نباشه سب که بریم به مطلب دیگه که میخوایم امروز روش باز کنیم. بسیار خوب سب. اگر سوال یک دیگه دیگه نکته ای که نصر الله انتظام گفته که هر دو طرف باید از دولت ایران اجازه بگیره، تقریبا چنین یک عبارت را شما خواندیم، این را دلیلش نگفتم؟ نه او را نگفت، او را گفته که دلیل تاریخی داره. ما او را خوندم، اگر متوجه بشین گفته که اثبات برقانیت کشور ایران در مداخله در امور فلسطین حق تاریخی خود دانسته، و به اساس حق تاریخی خود گفته که طرفین متخاصم ما که مشوره میتیم به اساس حق تاریخی که ایران بر منطقه داره باید بپذیرن. یکم تو چیزی میگن، یعنی برای خودشان ایرانی ها برای خودشان در اون زمان در رابطه با فلسطین یک حق تاریخی قائل بودن و که هنوز هم هستن، که هنوز هم هستن. و خب حق تاریخی رو ما نمیتونیم بگیم، خب واضحه است که حق تاریخی وجود داشته، مثلا امپراتوری فارس و هخامنشی ها و دیگه پاد و مناطق بودن. البته من نمیخوام استدلال از اونها رو توجیه بکنم، خیلی استدلال از اونها است دیگه، من نمیخوام استدلال خودشان است، ما توجیه نمی کنم استدلال هیچ کس را که، یعنی استدلال از اونها درست بوده یا نادرست، ولی استدلالشون امی است، یعنی بر خود یک حق تاریخی قائل بودن که ما حق تاریخی داریم در رابطه با این منطقه و حق مداخله خود هم توجیه میکنن به اساس همی حق تاریخی که دارن در رابطه با امور فلسطین، و این مداخله مثبت است یا منفی ایره ما نمیخوایم در این رابطه بحث نمیکنیم، ولی یعنی حق خود بر خود حق میدانن این قضیه. بله خب، ما طبعا اینجا تلاش میکنیم که حقایق تاریخی و مدعاهایی که وجود داره یک مقدار روشن شود. هدف ما این است که شاید یک قطره خون کمتر ریخته شود. دقیقا سب، تمام تلاش ما اینم است. بله سب. بسیار خوب. یا اگه اجازه بتین، به خاطر که برنامه برای بیننده ها جالب تر شود، ما اول سوال ها را از فروتن صاحب بکنم، بعد ادامه فرمایشات شما رو گوش کنیم. کاملا موافق هستم سب، بعدش میریم به بخش بعدی. بله بله سب، استاد بزرگوار، شما اشاره کردین که ریشه دولت اسرائیل برای تقویه دیدگاه سرمایهداری در خاورمیانه اساس گذاشته شده. دفعه‌های کلام شما این نهفته بود که در واقع دولت برای تقویه نمی سیستم است. این فرمایش شما خوب کاملا درست و دقیق به اثبات رسیده. دیگه من باب مثال، در تمام جنگ های اسرائیل و اعراب، مخصوصا جنگ اخیر که تقریبا پرده است، خیلی چیزا برداشته. اما سوالی که برای من خلق میشه هم داد، شما اسرائیل و پاکستان کاملا همزاد میدانین، دلایل بیشتر دارین در این مورد سر؟ بله سه، بسیار زیاد تشکر از سوال شما. ما یک وجه مشترک اینها را که ما میبینم مسئله اشتراک دینی بوده، به این معنا که مردمان هر دو خطه یا ساکنان هر دو خطه بیشترشان با ادیان ابراهیمی تعلق داشتند که مسلمان ها و یهودا بودند. البته در فلسطین مسلمان ها زیاد بود، یهودا کم بود، اما برای این که بتانه تمام ذخایر مادی که بالاخره معنوی هم شد از سرزمین فلسطین بیرون بکشه، نیاز داشتند که به صورت اساسی مثل که پاکستان و را به وجود آورده بودند و آوردند، در بیت خاورمیانه هم یک دولت مذهبی یا شبه مذهبی یهودی را به وجود بیاره. بعد از او خب البته ما میبینیم که در نیم قاره هند شرایط او جوامع، شرایط جوامع شرقی تأثیر گذاشت بر اجرای پروژه مذهبی استعمار در نیم قاره هند. همچنان همین پروژه با متأثر بود از شرایط تاریخی و فرهنگی خاورمیانه، به این شکل اجرا شد، یعنی صورت اجرایش جداگانه بود. برای ساختار پاکستان هم یک آدمی که اصلا اسمن مسلمان بود به نام محمد علی جناح، او را قائد اعظم ساختند، بابای ملت ساختند، که در جوامع شرقی و عقب مانده این نوع مسائل بازار داره.
البته در عین پروژه را در چی هم عملی کردند، عین شیوه را در بوجود آوردن اسرائیل هم عملی کردند. یک کسی را آوردن، اسمش اینمی لحظه از یادم رفته، که او را به اساس مذهب یهودیت، او اصلا به یهودیت اعتقاد نداشت، اولین بنیانگذار صهیونیسم، یعنی وقتی که اسرائیل را به وجود آوردن اولین صدر اعظم اسرائیل هم امو بوده. بله ما اسمش یادم نمیاد، ولی همین کسی که فاجعه های دیر یاسین به وجود آورد و بعد درخت شاندن که بهانه حفاظت محیط زیست، ولی در واقع پلانشانی بود که آثار زندگی فلسطینی بله. از اون. بله عین شکل همی به دو شکل به دو شیوه پیش می رفت. این وجوهات مشترکش هسته. بزرگترین وجه مشترکشی بوده که هر دو پروژه بر روی یک اسلام خرافاتی و یهودیت خرافاتی افراطی پیش می رفتن. سلامت بله. زنده باشین استاد. بله اتفاقا تندروی حتی اگه هماهنگم هم نباشه استاد به نفع هم تمام میشه. من باب مثال میال قضایای فلسطین و لبنان، تقریبا مظالمی که طالبا در افغانستان انجام میده تحت شها قرار داده. ولی باز در فرمایشات شما یک سوال بسیار کلان به وجود می استاد. شما گفتین که محمد علی جنا چندان عقیده ای به اسلام نداشت، این با چی مدرک فرمودین استاد؟ ببینین، محمد علی جنا یک کسی بود که قبل از تشکیل پاکستان هم ای آورده شد، برای یعنی نصب شد به نام حزب مسلم، رهبر حزب مسلم لیگ. ای اصلا مسائل اساسی دینی اسلامی توجهی نداشت. حتی گفته میشه که نماز نمیخواند، گفته میشه که گوشتی خوک میخورد، الکل که بسیار عادی بود. لذا این نوع شخصیتی را نیاز داشتن انگلیسا که باید در اونجا می آوردن، نسبش می کردن. البته قبل از تأسیس پاکستان این را درست کرده بودن که بعد به حیث قائد اعظم ناجی استقلال معرفی شد. سلامت باشین. تشکر استاد، بسیار خوب. آخرین سوال من، به نظر شما چند درصد حوادث داخلی هند و فلسطین، اگرچه او سرزمین او زمان اکثریت عرب بوده ولی به نام فلسطین یاد نمی شده، یعنی دولتی به نام فلسطین وجود نداشته، چند درصد حوادث داخلی در به وجود آمدن دو سرزمین پاکستان و اسرائیل نقش داره و چند درصد مداخلات خارجی و من جمله انگلیس؟ ببینین، ما عرض کردم که ریشه یکی هست، یعنی هر حادثه ای را که آدم ریشه یابی بکنه بالاخره سرنخش به استعمار انگلیس و امریکا میرسه. امکان داره در بعضی حوادث بوده باشه که ظاهرا بسیار پیروزی معلوم شوه، تلقی شوه، لیکن او در واقع نخی از او هم به استعمار انگلیس و امریکا میرسه، که به این شکل مطالعه دقیق تاریخ فلسطین یا در خاورمیانه که نوزتهایی به وجود آمده و نوزتهایی که در نیم قاره هند به وجود آمده دارای تشابهات بسیار زیادی هستند. تشکر. بله. تشکر استاد، بسیار خوب. و تشکر از عاطف صاحب که نام دیوید بن گوریون هم نوشته کرد، اولین نخست وزیر دولت اسرائیل. خوب شد که بیننده ها یک دفعه ما رو متهم نکنه که با اطلاعات کم و مطالعه کم میاین برای ما برنامه میسه. عاطف صاحب بزرگوار، بفرمایید، نوبت به شما. ما اولا خیلی ابراز سپاس تشکر فراوان دارم از جناب استاد که معلومات خیلی جامع و کامل خدمت برای ما ارائه کردن و ما بسیار استفاده بردیم. ما فکر میکنم که یکی از وظایفی که سپرده شده این بوده که در رابطه به این که اسرائیل کدام کنونسیون های بین المللی نقض کرده کمی صحبت شد. بله. ما میخوایم اینطور بگویم در این رابطه که اگر بخوایم اگر کار خود ساده تر بسازیم، یعنی آسان تر بتانیم به این مسئله بپردازیم، این خود باشه که بیاییم ببینیم کدام نقض نکرده. بسیار جان. این فکر کنم ساده تر باشه، راه را ساده میسازه، بسیار آسان تر باره به مقصدی که داریم میرسونه. به خاطر اینکه اسرائیل شاید اگر ما بخوایم ببینیم که کدام بار نقض نکرده، یکی دو تا انگشت شمار بده.
دیگه هم تقریبا هم کانونسیون های بین المللی مخصوصا در رابطه با جنگ و اختلاف های ارضی دیگه پاره نقص کرده. از حرکات و اعمال و ارتکابی که اسرائیل داره یک چیز با میبینیم اوی است که می خود حقوق بین الملل و اوراقش و سازمان های پرسرصدایش که در پشت سرش هست در دنبالش هست اینا تا به حال هیچ کاری نکرده و مخصوصا بعد از این جنگ همی تمام همی معاهدات بین المللی حقوق بین الملل تعهدات و کانونسیونا و همه اینا رفتن و در این جنگ دفن شدن و در اسرائیل به گورستانی شدن تقریبا دیگه وجود نداره اونجا کم شد دفن کردن و مثلا ما ببینین از کانونسیون های چارگانه ژنوا میتونیم صحبت بکنیم اعلامیه حقوق بشر حفاظت از کودکان و اطفال همه اینا همو کانونسیون هایی است که نقض شدن و این نمایانگر یک چیز است و اویی است که امی کانونسیون های ما امی حقوق بین الملل عمومی ما طوری که باید شاید نیست و یک از یک ضعف برخوردار است که ضعف هم ضعف اجرایی شد یعنی خلای ضمانت اجرایی که داره همو است که چون ضمانت اجرایی یا معاهده خاص خود یعنی دقیق نداره بنابراین زیاد هم کشورها او را مراعات هم نمی کن. اما آنچه که امروزه بیشترین توجه را جلب میکنه همین کانونسیون های چارگانه 1948 1949 ژنوا است که از طرف اسرائیل بسیار بسیار به شدیدترین وجهش نقض سه تا از کانونسیون های اول یک و دو سه مربوط به سربازای جنگی است زیاد مربوط به غیر نظامی ها نمیشه ولی کانونسیون چهارم که مصوبه 1949 است بیشتر برمیگرده یا مربوط میشه به غیر نظامی ها و حفاظت از غیر نظامی ها که مثلا حفاظت از غیر نظامی ها در جنگ یک نکته دیگه داره که فکر میکنم اگه من اشتباه نکنم ماده 3 و 4 از این کانونسیون است که ممنوعیت انتقال اجباری افراد به گونه گروهی و یعنی به گروهی و انفرادی من قرار میده و دیگه مسئله موضوع دیگه که در بسیار مورد توجه است من استفاده بیش از حد از نیروز یعنی ولی میبینیم که اسرائیل با بمباردمان شدیدی که انجام میده در مناطق مسکونی این مسئله را این پروتکل کاملا نقض میکنه و دیگه مثلا کشتار غیر نظامی است حمله به شفاخانه و بیمارستان و مراکز درمانی است که این هم در این کانونسیون دقیقا ذکر شده که حمله به اینا کاملا ممنوع است حفاظت از کودک هاست در حالی که با اونجا حفاظت صورت نمیگیره بلکه اسرائیل به کشتار کودک ها دست میزنه این همش نقص سریع کانونسیون های ژنوا است و ابجان یک مسئله دیگر که در این کانونسیون ذکر میشه من استفاده از سلاح‌های غیر مجاز مخصوصا سلاح‌های کیمیاوی است که اسرائیل متهم است به استفاده از فسفور سفید که یک سلاح کیمیاوی است بسیار سلاح خطرناک است آتشزا است و باعث آتش‌سوزی بسیار کلان میشه که ما میبینیم که اسرائیل به این و دیگه بمباردمان هایی که انجام میده مخصوصا تنها در این سال 2023 و 2024 نه 2014 که یک عملیات داشته به نام عملیات اگر فراموش نشه باشه عملیات صخره است یا یک چیز هست اسمش به این عملیات مثلا بمباردمانی که میکنه تقریبا منجر به کشته شدن و زخمی شدن 2200 فلسطینی میشه این همش نقض سریع امی پروتکولا امی تعهدات و امی کانونسیون هایی که مصوبه به ملل متحده و این کانونسیون ها ما شما میفهمیم که همیشه در وقتی که یک فاجعه رخ میده بعدش بخاطر جلوگیری یا به خاطر برگشت دوباره فاجعه یک همچو کانونسیون های تصویب میشه و این کانونسیون ها معمولا اگرچه که اکثرا تعهدات اجراییش یعنی قدرت اجراییش زیاد به مشاهده نرسیده یعنی معمولا نقص شده ولی به این گستردگی که اسرائیل نقص کرده تا بالا دیده نشده یعنی در هیچ جنگ بعد از جنگ دوم جهانی در هیچ جنگ و در هیچ بجز از وقتی که یوگسلاویا ازم پاشید و سربستان و کشورها با هم دیگه خلال یک بوسنی هرزگوین اینا در اینجا هم یک تعداد به این شدتی که باز هم میگم به این شدتی که امروز ما در جنگ اسرائیل با مردم فلسطین میبینیم نبوده
ولی بوده نقض شده، ولی چیز دیگه که یک شکست است بر اسرائیل، او جناب موسوی صاحب در رابطه صحبت کردن و ما فکر میکنم بهتر از در قسمت دوم در مورد صحبت شود. امی اعلام جرم است که افریقای جنوبی در رابطه با اسرائیل انجام داده و محکمه لاهه یا دادگستری بین المللی یک حکم صادر کرده، که اگر فکر میکنم در بخش دوم اگر خواسته باشین یا حال میخواین صحبت بکنیم، ای جالب ترم خواد باشه، ولی من مطمئن هستم دوستان شاید در این مورد صحبت بکنن. اگر اجازه محسین صاحب باشه در بخش دوم در این مورد صحبت شد تا فرصت برای سایر دوستان ببانن. بسیار خوب سایبور، در بخش دوم میگه بله بخی حکم یک دادگاه لا هست که ایره از دولت دقیقا بودن معاف کرده، اما ای که دقیقا حکم چی قدر و چی اجرایی داره یا نداره او یک گپ دیگه است. خب دوستای گرامی، ما 8 دقیقه در این بخش وقت داریم، مرکز فرمایش داره قبل از اینکه در بخش دوم بریم. تابش صاحب شما فرمایش دارین یا؟ با عرض سلام خدمت تمام بیننده رادیو کتاب و عزیزانه که در این مجلس هستیم، جهان سپاس، امید که لحظه های خوب و خوش داشته باشین. دیدگاه من کم متفاوت تر است چون موضوع خیلی مهم است. اگر عمقا داخل موضوع داخل شویم هم ما به جای نخواد رسیدیم، اگر سطحا هم از این بگذاریم که امکان پذیر نیست چون موضوع خیلی عمیق و گسترده است. بنابر دو جنگ جهانی گذشته که ما داشتیم، اسرائیل و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه و ایران و یمن، ای پیش جنگ جهانی سوم است. چی حالا ما را بخوایم بپذیریم چی نخواهیم بپذیریم، موضوع یعنی پیچیده هست که عزیزای ما که صحبت کردن، موضوع که سر گپ انگلیس و امریکا و چین و روس و کشورهای عرب که میایه، یعنی در حال زندگی میکنیم که جهان چند قطبی شده روان است و امریکا نمیتونه که دیگه جوابگوی خواسته های ملت ها باشه، و به این دلیل امکان پذیرم نیست برای امریکا که بخواه همی قدرتی که دست از داره ای را نگاه کنه و نمیدانه از پیشش رفته، از پیش امریکا شاریده. پس اینجاست ملت فلسطین قربانی، لبنان قربانی، مسلمان یهود در همه اینا قربانی یک جنگ فرسایشی. از یک سو پیش جنگ جهانی سوم، از دیگه طرف هم پیش یعنی قربانی جنگ نیابتی چند گروپ و چند کشور و چند حزب و چند قدرت هستند. در حقیقت به این اساس ما جهان سپاس از شما عزیزان میکنم. ما هر چقدر که این موضوع پیش برم بجز از اینکه تاریخ ما را سر بکشانه، و اصلا خون انسان در این تو موضوع مطرح نیست که چقدر انسان میمیره، چقدر خانه خراب میشه، چقدر انسان آواره میشه. این پروگرام آلریدی تیار در دست کار بزرگاه است، بیگ برادرز، و آلریدی ها حساب کردن که چقدر انسان باید در غزه بمیره، چقدر در لبنان بمیره، چقدر در اسرائیل بمیره، تا ای که بتونن که یک برنامه داشته باشن که یک کشور دیگر، حالا کشور سه و چهارم و پنجم کی خواد بود، یکی از کشورهای کاغذ پیچ که امروز هیچ وقت ما به او توجه نمیکنیم، چند ماه، ظرف چند ماه یا یکی دو سال آینده در این جنگ پاش کشانده شود، چون عراق، سوریه، یمن، لبنان، ایران، و فکر میکنم که بی 5-6 کشور که آلیدی دخیل است، مصر در حالت آماده شدن برای جنگ با اسرائیل است، و کشورهای عربی بالاخره یکی پای هم باید در این جنگ دخیل شود، چون موضوع چند قطبی جهانی است. از یک طرف چین میخواه که از لحاظ بزنس و تجارت اقتصاد خود گسترش بده بر جاده ابریشم و طرف افریقا، و این وسط کشورهای عرب که سالها خوردن و بردن، حالا وقتش است که دیگه بالاخره باید جوابگوی از او، یعنی منظورم از کشور دبی، ابوظبی و امارات و عربستان و سعودی و چند کشور که است که همیشه اینا مرکز جهانی بودن، یعنی مرکز بازار جهانی رفت آمد بوده، و امروز یا پای از یا دیگه در خطر است، یا بخواین نخواین باید جوابگوی از این موضوع باشن، چون به نظر من فکر نمی کنم که دیگه هی منطقه در آینده ها بتونه که همی جایگاه خود حفظ بکنه. به این دلیل هم هست که عربیا، کشورهای عرب معمولا خود بسیار در این موضوع خونسرد و خاموش گرفتن، حتی برای مهاجرین مصیبت زده دروازه باز نمیشه، هیچ جابگو ندارن. بعض اوقات هم یگان سخنهایی که میزنن زیاد چیزی نیست که درد مردم فلسطین دوا کنه، یا درد مردم ایران دوا کنه، یا درد مردم اسرائیل دوا کنه، یا از لبنان یا از عراق یا از سوریه را. من هیچ گفتنی دیگه ندارم چون موضوع خیلی عمیق است. مجموع فرمایش شما ای است که
سیستم جنگ افروزی متاسفانه در دنیا مسلط است و شاید جنگ در کشورهای به تعبیر شما کاغذ پیچ و اینایی که جدیدن ساخته شده در اونا سرایت بکنه، مخصوصا عربا که خیلی براحتی زندگی کرده. خب بسیار تشکر. بیننده های گرامی تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب و شما و در خدمت شما. این جلسه ها روزای چهارشنبه ضبط میشه ساعت 6 به وقت انگلیس. آدرس ارتباطی هم در آخر ویدیو ظاهر میشه که از چه طریق شما میتونین ارتباط بگیرین. من یک تقاضا شما دارم. همیشه لطف میکنین در واتساپ نظر میتین. واتساپ ما فقط میبینم، اما اگر شما در چینل یوتیوب یا در فیسبوک رادیو کتاب یا در چینلش نظر بانین، حتی اما علامت های هم که رایی میکنین، علامت لایک، دیس لایک، من با مثال بعض شما بزرگوارا تنزگونه چیزایی را منویسین که ما او را امو نشانگر صمیمیت شما میبینم، حتی امو نظرات شما باز هم در او چینل ها کمک میکنه. یکی از تلاش های رادیو کتابی است که تا بتانیم ما خشونت زدایی کنیم. اگر متوجه شده باشین در تلویزیون های دوران جمهوریت هم و آل در زوما خیلی جنگ رایج است. من باب مثال استاد دانشگاه براحتی می آیا طرف بحث خود گوساله خطاب میکنه. خب وقتی استاد دانشگاه کسی را مخاطب اصلی خود که طرف بحث از گوساله بگویه، خیلی از این قبیل نقدا زیاد است، اما ای به این معنی نیست که رادیو کتاب خودش نقص نداره. من یقین دارم برنامه های ما، مخصوصا من خودم سراپا نقص هستم. اشتراک کنین، نقایص ما را بگوین و سهم بگیرین تا بخشی از مشکلات بشریت با این برنامه ها حل کنیم. بازم تصور نکنین که خیالاتی شدیم. در اول عرض کردم که من باب مثال اگر در جنگ غزه و لبنان یک قطره خون کمتر ریخته شود، به مو میزان ما او را برای خود موفقیت میبینم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.